آموزه های شوالی های مبد و اسراری که با خودشون از اورشلیم به همراه آوردن همیشه مورد توجه کسانی بوده که در پی امور ماورایی بودند و نظریه های متنوعی مطرح شده از اینکه اونها به ثروت سلیمان در زیر معبدش در اورشلیم دست پیدا کردند. یا تونستن با ریاضت و عبادات خاص نیروهای ماورایی در محدوده اورشلیم رو تحت تسلط داشته باشند و یا در بحث مرتبط با ایران و ایرانیان باستان اونها با اعضای هشاشین در ارتباط بودند و تونستن با دست یافتن به دانش مخفی باستانی ایرانیان خودشون صاحب کرامت بشن و نیروهاشون هم در سایه مندی از حکمت کهن ایرانیان بود موضوعی که در این ویدیو بررسیش میکنیم و در صورتی که به این دست بحث علاقه مند هستین حتما کانال امروز رو سابسکرایب کنید نزدیک به هزار سال بعد از ظهور آین مسیحیت در محدوده اروپا زائران اورشلیم هر از وقت از راهزنی هایی که در طول مسیر شاهدش بودند به رهبران کلیسا شکایت می نتیجه اینکه دسته های مختلفی از شوالیه ها در مسیر زائران اورشلیم در بخش های مختلف اروپا مستقر شدند تعداد این دسته ها هم خیلی زیاده و هر کدام به یکی از کشورها یا نهادهای اروپایی اون زمان وابسته بودند. دسته ای که در این ویدیو میخوایم ازشون صحبت کنیم به اسم شه سواران یا شوالی های مبد معروف شدن. لینک سری ویدیوهای پیشین ما رو درباره این شوالی ها میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو پیدا کنید. از جمله بحثی که درباره ریشه عنوانشون یعنی شوالی های معبد داریم و اینکه هسته مرکزیشون شامل نه شه سوار بود. بیشتر وقت این نه نفر هم نه در مسیر زائران به سمت اورشلیم بلکه در خود شهر و مشخصا در حوالی محدودی سپری میشد که بر اساس باور عموم محل معبد سلیمان بوده. در یکی از روایت ها بالدوین دوم پادشاه اورشلیم در آن زمان اونها رو در محدوده معبد جا داده بود تا همیشه در دسترس باشن اما در روایت دوم خودش و ها روزی که خودشون رو به پادشاه معرفی کردند تا فعالیتشون رو شروع کنن درخواستشون این بود که محل سکونتشون رو خودشون انتخاب کنن بعد از صدور حکم پادشاه مشخص میشه که اونها جایی رو در محدودی معبد سلیمان نشان کرده بودند. در این روایت شوالیه های تازه رسیده به اورشلیم بیشتر وقتشون رو در محل سکونتشون سپری میکردن. جایی که بعدها معلوم میشه از مسیر تونل های زیرزمینی به زیر معبد سلیمان راه داشت. از اینجاست که روایت ها شکلی ماورایی پیدا میکنند. مخصوصا که در بعضی روایت ها اونها در آخرین روزهایی که در اورشلیم بودند برای دوره طولانی در بیرون از محل سکونتشون دیده نشدن و در نهایت بدون هیچ توضیحی از محل خارج شدن مدتی رو در جنگ های صلیبی با مسلمانان سپری کردند و بعد بی سر و, و به سرزمین های اصلی خودشون در اروپا رفتند. با ثروت و منابعی که زمین ساز تشکیل یک امپراتوری اقتصادی در سراسر اروپا میشه و کار به جایی میرسه که دسته از پادشاهان کشورهای اروپایی بهشان بده کار میشن. یکی از این پادشاهان فیلیپ چهارم در فرانسه بود و از رشته فعالیت هایی که با همکاری کلیسا در برخورد با شوالی های مبد داشت میشه حد زد که به جای پس دادن پول سعی داشته صورت مسئله رو با کشتار این شوالیهها ها پاک کنه. همزمان نهادی که نه عضو اصلی این دسته تشکیل میدن به تدریج با اضافه شدن اعضای تازه بزرگتر میشه و اونها سلسله مراتبی رو در درون خودشون تعریف میکنن که بعدها بنیانی میشه برای سازمان های سری مثل فراموسونری یعنی هرمی از اعضا رو داشتن و هر دستی بالاتر نسبت به دستی پایینی اطلاعات آشنایی بیشتری با فعالیت های سازمانشون داشت. در مراتب عالیتر هم اونها با مهمترین اسرار و مخفیترین راسای شوالی های مبد آشنا می شدن. در میانه تلاش های پادشاه فرانسه، البته با کمک کدیسا برای برخورد با شوالی های مبد، تعدادی از اعضاشون از این دست خارج میشند با این ادعا که در مراسم مخفیانه ای که برای عضویتشون در مراتب عالی تر به پا شده شاهد مناسکی شیطانی بودن از توف کردن بر صلیب و بت تا رفتارهای جنسی نامتعارف با طرح این ادعاها دوره نابودی شوالی های معبد شروع میشه و میتونید جزئیاتش رو در ویدیوهای پیشین ببینین اما بخشی از این ادعاها که بناس ویدوی امروز رو پیش ببره درباره یک سر بریده است که به ادعای اعضای پیشین شوالی های مبد در مراسم شبانهشون ازش استفاده میشد و بعد از مناسکی خاص به حرف می اومد طوری که به تمام پرسش هاشون پاسخ میداد. در رشته هم که بدن شوالی های بازداشت شده زیر شکنجای کلیسا داشتن از سری بریده به این اسم یاد شده که در مراسمشون به کار می رفت. بعد از این رشته روایت ها هم هست که واژه بفومت وارد بحث های ماورایی میشه. این تصویر از بفومت رو هم حتما خیلی آتون دیدین. سری همانند یک بوز که به عنوان خدای مورد پرستش شوالی های مبد معرفی میشه. اما قبل اینکه ادامه بحث رو ببینین لایک ویدئو یادتون نره. در طول تاریخ شوالی های مبد و هشاشین در دو سوی یک نبرد معنوی بودند. شاخص ترینشون هم جنگ های صدیبیه که بین مسلمانان و مسیحیان بر سر تسلط بر اورشلیم به راه افتاد با اینکه در بیشتر تصویرسازی ها از روابط این دو دسته مرموز بر دشمنی پایدارشون تاکید میشه در برخی تحلیل ها از شباهت بیش از حد سلسله مراتب و شیوه سازماندهی درونیشون اینطور برداشت میشه که اونها با هم در ارتباطی نزدیک بودن و از اونجایی که پیشینه هشاشین از شوالی های مبد بیشتره روایت این طور میشه که شوالی ها در دوره که در اورشلیم حضور داشتن به شکلی با هشاشین هم در ارتباط بودند. مشخصا در یک نظریه تعدادیشون اسیر هشاشین شدند و در دوره‌ای که پیش اونها زندانی بودند با افکار و آموزه‌هاشون آشنا شدند و در نهایت به طور پنهانی به هشاشین پیوستند یعنی شوالیه های معبدی که بعدها به ثروت و قدرت زیادی دست در عمل شاخه از هشاشین در اروپا بودند این بحث البته یکی از موارد اتهامی کلیسا در زمان محاکمه شوالی های معبد بود یعنی از اعترافات تحت شکنجه شوالی های معبد این طور استنباه شده بود که مناسک سری غریب اونها و استفادهشون از بفومت نوعی بازآفرینی مناسک هشاشین و رفتاری شیطان پرستان است. دنیای پر رمز و رازی که در طول هزاران سال حول هشاشین تعریف شده اونها رو به یکی از اسرارآمیزترین گروه های ایرانی تبدیل کرده و راستی از این که آیا اونها هم بفومت و سر بوریده ای داشتن که حرف میزد خیلی کار ساده ای نیست. اما در بین ساکنان سرزمینی که در دوره ای میزبان هشاشین بود میشه نشانه هایی از یک باور مشابه رو پیدا کرد. در دوره‌ای که مشغول مرور اساطیر اسکاندیناوی بودیم از باورهای عام در سراسر دنیا درباره سر بریده سخنگو هم صحبت کردیم. از جمله سر بریده میمیر که با ورد و افسون اودین سالم موند و هر زمان اودین کمک لازم داشت اونو به حرف می تا بهش مشاوره بده. این کامنت یکی از همراهان کانال ما رو به دنیایی در نزدیکی علموت برد و باورهای کسانی که به اسم مراغی یا کل بوزی مناسک سالانه ای دارن برای مشاوره با کله یک بوز. به این صورت که یک بوز رو با مشخصات ظاهری خاص انتخاب میکنن به کوهستان و جایی میبرن که صدای اولاغ و سگ و خروس بهش نرسه و بعد چه روز سرش رو میبرن در شبی که اهل روستا در یک خانه جمع میشه سفره ای رو پهن میکنن و سر بوز رو در میانه سفره در بالاترین مکان میذارن بعد ریش سفیدشون کتاب مخصوصی رو باز میکنه و ازش دعاهایی رو میخونه که باعث میشه کله بز استوخم بیاد و هر سوالی ازش بپرسن درباره اتفاقات یک سال آینده رو براشون پیشگویی میکنه درست مثل ادعایی که درباره مناسک مخفیانه شوالیه های معبد مطرح شده بود بخش بعدی مناسک بعد از به حرف در اومدن بوز هم شبیه اتهامات شوالیه‌های های مبد درباره رفتارهای جنسی نامتعارفه هر جمله اینکه در پایان مراسم تمام روشنایی ها خاموش میشه همه اوریان میشن و یک رابطه دست جمعی رو شروع میکنن درباره مراقه ها که جستجو کنیم به محتوای مشابهی در شبکه های مجازی میرسیم با کمی پیاز کمتر و بیشتر ولی بحث مشترکشون اینه که مرکز اصلی اونها در علموته سرزمین هشاشین البته اینا مطرح شده که نیاکانشون طایفه ای بودن که از مراقب به علموت اومدن و برای همین عنوان مراقی دارن نام کل بوزیرم عوام بهشون دادن ولی خود مراقی ها از این عنوان خوششون نمیاد اونها هم مشابه پیروان آینهای کهنی که تا الان مرور کردیم به تواضع و مردم داریم معروف هستند ولی آداب و مناسک خودشون رو به شدت مخفی نگه داشتند و بخش عمده ای از روایت ها درباره مناسک و آموزه هاشون بر اساس شنیده های غیر رسمیه. برای همین در برخ برداشت ها اونها از زرتشتیان هستند. در بعضی یهودیان و در دسته از تعبیرها اونها بازمانده از اسماعیلیه هستند یعنی همون آین حسن سباه رهبر حشاشین. این که آیا اونها در مراسمی که تنها شایعاتی دربارش مطرح از سر یک بوز استفاده می و سر بوز هم به حرف میاد بحثیه که تنها خود اعضای این دسته می تونن نظر بدن اما شباهت این مناسک با مراسم مخفیانه ای که شوالیهای های معبد متهم شدن از هشاشین یاد گرفتن این کار ناپذیره شما مگه روایت های مشابهی رو درباره دسته های کمتر شناخته شده دارین حتما برامون در کامنت ها بنویسین و لایک ویدیو هم یادتون نره